درباره احتمال حمایت نظامی جمهوری اسلامی از تهاجم روسیه به اوکراین، با طرح این ادعا که در صورت شکست روسیه ایران هدف بعدی ناتو خواهد بود، از الکسان روتنیانسکی، مشاور زلنسکی، استاد دانشگاه کمبریج پرسیدیم. این اخبار برای ما البته ناراحت کننده و باعث نگرانیه. اما از طرف دیگه باید بگم در چند سال گذشته یا شاید حتی یکی دو دهه گذشته روسیه به شکل روزافزونی به رژیمی مثل رژیم ایران تبدیل شده. سرکوب روز به روز بیشتر شده و الان تبدیل به یک رژیم خودکامه یا شاید حتی بشه گفت یک دیکتاتوری تمام عیار شدن. روسیه تحت رهبری پوتین به دنبال برپایی رژیمی مثل ایرانه. یک رژیم سرکوبگر که دائم از دروغ و فریب و حتی تروریسم برای موندن در قدرت استفاده میکنه. بنابراین اتحاد میان ایران و روسیه جای تعجب نداره. ما در اوکراین به خوبی آگاهیم که چه اتفاقی داره میفته و در روابطمون با ایران محتاط و هوشیار هستیم. در رابطه با احتمال فروش پهپادهای ایرانی به روسیه، ایران خیلی سریع این رو انکار کرد، ولی ما به حرف اونها اعتماد نمی‌کنیم. ما احتمال فروش پهپادهای ایرانی به روسیه رو منتفی نمی‌دونیم تا زمانی که خلافش با سند و مدرک به ما ثابت بشه. با شناختی که ما از رژیم ایران داریم، انتظار این رو داریم که به نوعی به روسیه کمک تسلیحاتی کنند. روسیه حتی قبل از شروع این جنگ هم ادعا کرده بود که این اقدام در واقع برای پیشگیری از حملات احتمالی آینده و یک حمله پیشدستان است. این یک دروغ دیگه از سوی روسیه است و حالا ایران هم همون دروغ رو تکرار میکنه. این نشون میده که ایران و روسیه بسیار هماهنگ و همفکر هستن. این دو رژیم در نزاع با غرب متحدن. روسیه به این اتفاقات به چشم تقابل و زورآزمایی تمدن‌ها یا به قول خودشون بین شرق و به اصطلاح نظام لیبرال نگاه میکنه. الان روسیه ایران رو در کنار خودش داره و احتمالاً امیدوارن چین هم متحد دیگری برای اونها باشه، اگرچه هنوز مشخص نیست. این اظهارات غیر منتظره نیست، اما به روشنی نشون میده که رژیم ایران فارغ از ادعاهایی که میکنن در چه موضعی ایستاده.